سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم حال همتون عالی باشه، پر روزی و پر انرژی باشید. با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. اگر به کسب درآمد ارزهای دیجیتال از طریق بازی کردن علاقه داری، حتما این ویدیو رو نگاه کن، قطعا به دردت میخوره. بازی خیلی معتبری که قبلا هم بارها معرفیش کردیم و الان سیزن پس جدیدش اومده، اتفاقات بسیار مثبت و عالی افتاده توش که خیلی اومدن سمتش. جلوتر رو توضیح میدم توی ویدیو، پس به پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو نگاه بکنی، به دردت میخوره. قبل شروع ویدیو ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنی، کامنت بذاری حتما، و اگه هنوز چنل رو سابسکرایب نکردی همین الان سابسکرایب کنی و زنگوله بغلش رو هم روشن بکنی تا مطالبی که میذاریم رو نگاه بکنی، نظر بدی، کمکمون بکنی و همراهیمون بکنی. خیلی مخلصم. بریم ویدیو رو شروع بکنیم. فقط قبل از استارت ویدیو، خب مثل همیشه و چیزی که منطق و عقل میگه اینه که سرمایه‌گذاری میتونه هم سود داشته باشه هم زیان. پس این که شما چطوری سرمایه گذاری بکنی، کجا سرمایه گذاری بکنی و چقدر سرمایه گذاری بکنی به عهده خودته، و صرفا این ویدیوهایی که من برای شما میسازم صرفا بحث آموزشی داره و جنبه آموزشی فقط داره. این که به شما یه کمکی بکنه، یه کمک کوچیکی بکنه، شما بدونی چی به چیه، راه رو بتونی برای خودت پیدا بکنی و در کنار این مسائل بشینی تحلیل بکنی و خودت اون چیزی که فکر می‌کنی درسته رو انجام بدی. این نکته رو باید خدمتتون میگفتم. بریم توی رولر کوین که اتفاقات جدیدش رو با هم دیگه مرور کنیم. خب قبل از اینکه بریم راجع به این سیزن و این چیزاش توضیح بدیم، یه نکته ای که برای خودم خیلی جالب توجه بود میخوام الان بهتون بگم. من در حال حاضر رتبه‌ام شده 273 ومین نفر. تا قبل از استارت سیزن پس و حتی تا دو روز قبل رتبه من 249 بود، و زمانی که شما از 1000 رد میشی رتبت و میاد پایین تر از 1000، خب رشد کردن توش خیلی سخت‌تر میشه، چون خیلی گردن کلفتا و قویا توی این رتبه ها هستن، هزینه های سنگین کردن، درآمدهای خوب هم دارن. به خاطر همین رشد پله‌ای خیلی سخت میشه. مثلا اگر از این 273 بخوای بشی 270، طبیعتاً یا باید کلی خرج بکنی یا کلی وقت بذاری بازی بکنی و از اینجور مسائل. به خاطر این دارم این نکته رو میگم که یه دفعه از 249 اومدم 273 بدون اینکه قدرتم کم شده باشه، که نه حتی بیشتر هم شده، و بدون هیچ اتفاق خاصی من این افت رتبه رو داشتم. چرا؟ بذارید دلیلش رو جلوتر بهتون بگم و اینجا نگم، اول زمینه سازی بکنم که کامل براتون جا بیفته. خب اول بگیم که چند تا ارز جدید به این بازی اضافه شده. یه دونه آرستی هست که ارز مخصوص خود بازیه، تقریبا مثل آرلتی هست، و این آرستی رو شما میتونی حالا توی شاپ بهتون نشون میدم، یه بخشی داره به اسم سیزن استور که میاد هر سری توش یه سری آفرهای ویژه رو میذاره که فقط شما با این آرستی میتونی اون رو بخری. راههای به دست آوردن آرستی هم راحت تر شده، هم از طریق حالا ماینرایی که دارید میتونید این ارز رو ماین بکنید، و هم میتونید حالا از طریق بازی کردن و اینجور چیزا به دست بیارید، و خلاصه اینجا هم مراحلی که میتونید آرستی به دست بیارید و براتون توضیح داده. تقریبا میشه گفت قیمتش از آرلتی هم مناسبتره و پایینتره. این اولین چیزی که اضافه شده بود. بعد از اون بیاین پایینتر میبینیم که ارز ترون، ارز محبوب ترون هم بالاخره به رولر کوین اضافه شد. یعنی شما از این به بعد میتونید ترون هم ماین بکنید توی این بازی، و در کنار باقی ارزهای بزرگی که توی این بازی وجود داره، توی این آپدیت ترون هم اضافه شده. خیلی ها خب دوست دارن ترون رو، علاقمند هستن، میتونن مایناشون رو بذارن روی ترون و حالا لذت ببرن. این از دو تا اتفاق حالا چیزی که به چشم میاد و باید اون اول خدمتتون میگفتم. سیزن پس جدید، بریم توی بازار اول یه نگاهی بکنیم ببینیم چه خبره. همینجور که بهتون گفتم اینجا گزینه سیزن استور رو داریم میبینیم. بذارید ببینیم که چی داخلش هست. خب یه سری ماینر و آفر و اینجور چیزا اومده گذاشته که ما اینا رو فقط با آرستی میتونیم بخریم. 25000 آرستی اگر بدید این ماینر رو میتونید بخرید که 640000 تراهش قدرت داره، قدرت خوبیه، و این ماینر فقط توی این شاپ هست، یعنی شما توی فروشگاه ماینرش نمیتونی بخری. حالا بجز این حالا باقی چیزا هم هستن. دو تا باکس هم داره که با هر کدوم از اینا میتونی به صورت شانسی کدوم از این ماینرها رو این باکس بهت میده که 2000 آرستی است. یه دونه دیگه از 100 آرستیه که میاد و قطعات جزئی رو مثل حالا فن و هشورد و وایر و اینجور چیزا بهت میده که حالا اینا برای
کرافت کردن ماینرات به درد میخوری، که باز توضیح اینم سعی میکنم جلوتر بهت بدم که اصلا کرافت کردن یعنی چی. ولی خب یه زمان اومد شروع کرد به فروش اینا، بعد دیگه فروش اینا رو برداشت و از توی این قسمت شاپ دیگه شما نمیتونی مستقیم چیزا رو بخری و فقط از بازی کردن به دست میوردی، ولی الان حالا توی این باکسه هست و توی مارکت پلیس هم هست. این هم نکته جالبیه. یه دونه هست جدید اضافه کرده کلاهی که برای شخصیتتونه و یه دونه روم جدید که میتونید بخرید و ازش استفاده بکنید. ایونت پس جدید که اضافه شده این سیزن استور سیزن پس ورژنش 6ش هست که ماینرایی که توش ارائه میده رو اینجا داره توضیح میده بهمون. خود کانال رسمیشون یه ویدیو ساخته به زبان انگلیسی، اگه دوست داشتید میتونید نگاه بکنید. و این سیزن هم مثل باقی سیزن ها شما میتونید هم رایگان به دست بیاری و هم هزینه بکنی. برای رایگان به دست آوردن که خب یه سری ماموریت توی طول روز داری، ایکس پی دریافت میکنی، این ایکس پی میره بالاتر و شما میتونید این مراحل رو و این لول ها رو بگیری که حالا هر کدوم رو بهش رسیدی بهت میده، بعد میری سراغ بعدی. این فقط با بازی کردنه و اگر بخوای به دست بیاری خب باید وقت زیاد بذاری و بازی بکنی. میدونم خیلیاتون علاقه دارید، ولی اگه بخوای بخری آپگرید رو بزنیم ببینیم چه خبره. دو تا پلن هست مثل همیشه، یه دونه تقریبا 100 دلاری، یه دونه تقریبا 600 دلاری. این 100 دلاری بهتون زیاد پیشنهاد نمی‌کنم بخرید، چون میاد گزینه‌های ریواردهای معمولی رو براتون باز می‌کنه و برای اینکه حالا شما به دستش بیاری باید اون ایکس پی رو به دست بیاری، یعنی حالا اون ایکس پی که هم تو روز بهت میده هم تو بازی میتونی به دست بیاری، اون ایکس پی رو به دست بیاری، بعد بهت یه سری این موارد رو اهدا میکنه. یعنی چی؟ ببین اینایی که نوشته بالاش فری، اینا از طریق بازی کردن بهت داده میشه، یعنی سه روز قدرتت رو میکنه 100,000 تا، یا مثلا این ماینر رو بهت میده یا این افزایش قدرت. اینایی که بالاش فری نوشته فقط از طریق بازی اضافه میشه، ولی اینایی که بالاش چیزی ننوشته اینا از طریق همون از طریق این اضافه میشه. یعنی شما اگه به 100 دلار بدی اینو بخری اینا برات باز میشه، منتها باید بازی بکنی اون ایکس پی رو به دست بیاری که حالا بیاد اینا رو بهت بده. به خاطر همین زیاد این قسمت رو پیشنهاد نمیکنم، ولی بخش کامپلتش عالیه. 600 دلار هست درسته، ولی RLT قیمتش اومده پایین‌تر. این هم یه نکته جالب دیگه ای هستش که قیمت خرید RLT خیلی اومده پایین‌تر، تقریبا میشه گفت نصف شده و این هم فرصت مناسبیه که شما بتونی این سیزن رو تهیه بکنی و زمانی که حالا این هزینه رو میدی خرید میکنی، هر چی هست و نیست توی این سیزن که حدود 30 تا لول هست به شما داده میشه، چه فیری ها چه حالا اون غیر رایگان هاش و چه اون آیتم هایی که زرد رنگ هست و ویژه هست و قدرت بسیار بالایی داره، اینها بهتون داده میشه، شما میتونید خیلی راحت ازش استفاده بکنید و لذتش رو ببرید. من همیشه بهتون گفتم اگه قصد سرمایه‌گذاری تو این بازی رو دارید، اولین گزینه که برای خرید باید مد نظر داشته باشید سیزن پس ها هست به صورت کامپلت، بعد از اون آفرها و اون فروش ویژه هایی که داره، حالا یه گزینه دیگه بهش اضافه شده و اون هم مارکت پلیس هست که واقعا تو مارکت پلیس ماینرهای بسیار عالی رو میتونی با قیمت بسیار پایین بخری. این بحث سیزن پسمون که اوکی جمعش کردیم، ماینرهای واقعا عالی هم گذاشته، 1,000,000 گیگا هش واقعا عالیه این ماینری که وجود داره، بعدش 400,000 تا 262,000 تا 162,000 تا، این 4 تا از برترین ماینرهایی هستش که شما با خرید این ایونت پس میتونی به دست بیاری و خب ماینرهای ارزشمندی. این از توضیحات ایونت پس. حالا بریم توی مارکت پلیس. مارکت پلیسی که گزینش بود ولی هر موقع میمدی توش میگفت به زودی راه میفته و بالاخره این به زودی تموم شد و راه اندازی شد و یه جورایی میشه گفت هم بازار خود بازی رو داغ کرد و هم کمک کرد اونایی که قصد سرمایه گذاری دارن و میخوان با هزینه پایین‌تر ماینر بخرن. حالا چرا؟ ببینید اول که گزینه بای داریم، سل داریم، مای اوردر، یعنی شما هم میتونی بخری هم میتونی بفروشی. بخش فروشش به درد افرادی مثل من میخوره که خب 4 تا رومشون پر شده، حدودا 71 ماینر اضافه داشتم، این 71 رو گذاشتم تو اوردر برای فروش که حالا افرادی که میخوان بیان بخرن و RLT برسه به من بتونم برم ماینرهایی که دارم رو ارتقا بدم یا ماینر جدید بخرم. این از بحث سل. شما هم میتونی اگه یه ماینر رو نمیخوای بیا اینجا اوردر بذاری بفروشی و حالا یه ماینر دیگه بخری. بخش بایش ولی مهمتره و به نظر من خیلی بیشتر به کار اون افرادی که میخوان سرمایه گذاری کنن میاد. خب اینجا ماینرهایی رو گذاشتن که واقعا قدرت‌های عجیب غریبی داره. مثلا اولین ماینر، گرونترین ماینری رو که گذاشتن 2,200,000 گیگا هش قدرت داره، 5% هم بونوس بهتون اضافه میکنه و این قیمت رو گذاشته 3,255 دلار. این مارکه، این ماینر، ماینر خاصیه که توی یه بره زمانی خاصی فروخته شده، تقریبا میشه گفت چند سال پیش، و کرافتش هم کرده، یعنی قویش هم کرده
و در حال حاضر اومده با این قیمت گذاشته برای فروش. حالا یا فروش میره یا نمیره، خب خیلی ها هستن که میخرن این ماینرها رو، ولی ما با این صفحه اول کاری نداریم چون واقعا با قیمت عجیب غریب گذاشتن. مثلا این ماینر رو شما نگاه بکن، 882 RLT قیمت گذاشته که خب مشخصه این فروش نمیره و همینجوری گذاشت. ما میایم این صفحه های آخر، آخریا که دیگه میاد سراغ این فن و این چیزا، ولی با اونا کار نداریم، یه ذره جلوتر میایم صفحه بعدی رو ببینیم تا اینجا بهتون بگم. ببینید ماینرهای بسیار خوبی توی اینجا وجود داره که شما میتونید با قیمت بسیار پایین بخرید. مثلا با 2.8 RLT میتونید این ماینر رو بخرید که قدرتش، بذارید این لود چه برامون، 8500 گیگا هش که ترا هش هم حالا همون هست و قدرت قدرت خوبیه. شما اگه بخوای همین قدرت ماینر رو توی بخش فروش همین جوریش بخری باید کلی هزینه بکنی، ولی اینجا با 2.8 RLT میتونی یه دونه از این ماینر رو بخری. بذارید من یه لحظه اینجا برم توی فروش خود معمولی سایت تا قیمتش رو دقیق بهتون بگم. ببینید من میام توی ماینرها، چند بود قدرتش؟ 8.5 اینجا پیدا بکنیم. ببینید 4.6 6.500، خب 8 نداره ولی نزدیکترین بهش 6.500، یعنی 2000 تا کمتر. ولی شما قیمت رو نگاه بکن، 15 RLT، یعنی اگه بخوای 2000 قدرت کمتر تازه از خود فروشگاه سایت بخری باید چند برابر میشه؟ تقریبا 7-8 برابر بیشتر پول بدی که یه دونه بخری. ولی اینجا توی مارکت پلیس میتونی ماینر رو با 7-8 برابر زیر قیمت بخری که خیلی عالیه برای اونایی که میخوان سرمایه گذاری کنن و ماینر بخرن. بهترین موقعیت خرید از مارکت پلیس هست. کلن دیگه بخش شاپ رو بندازی دور، بخش ماینر توی شاپ رو بندازی دور، بخش خریداتون فقط ایونت فاز ها باشه، بعدش سالس پاپولار و بعد از اون مارکت پلیس که گزینه های بسیار عالی میتونید توش پیدا بکنید برای خرید با قیمت های بسیار عالی. این هم از مارکت پلیس که واقعا جذاب کرده بازی رو، کاربردی ترش کرده و حالا میتونیم با یک سری هزینه جزئی ماینرهای خوبی بخریم. و یه گزینه آخر هم جا بهتون بگم، همه اونایی که ماینر دارن توی این بازی، حالا چند تا ماینر دارن، چه خریدن چه رایگان دست آوردن، این بالای گزینه داره، این بنری که دارید مشاهده میکنید روش که کلیک بکنید، ببخشید اشتباه زدم، این بنر بغلیه Let's Craft، اینجا بنفش رنگ من اشتباهی روی مارکت پلیس زدم، روی گزینه که کلیک بکنید توی این سیزن اومده سایت بهتون یک سری ابزار رایگان مثل اینا رو داده، واقعا خوب مناسب رایگان هم هست. شما روی این گزینه زردن کلیک میکنی میگیری یه سری ابزار برای قوی کردن یا کرافت کردن ماینرهایی که داری رو. یعنی مثلا از یه ماینر 3 تا داری، میتونی با این ابزارها بیای این 3 تا رو به هم وصل بکنی، هم تعداد ماینرها کمتر میشه، میشه یه دونه، هم قدرت اون ماینر چندین برابر میشه، یعنی میشه گفت یه جورایی انرژیزای، میشه گفت یه جورایی قوی کننده است. پس اینا رو میتونی بیای رایگان از این قسمت بگیری. استفادهش چجوریه؟ میای تو این گزینه آخری، روی این گزینه کلیک میکنی، توی گزینه مرج اینجا ما داریم میبینیم اینجا ابزارهای موجودمون رو بهمون نشون داده و ماینرهایی که میتونیم کرافت بکنیم یا مرج بکنیم رو بهمون نشون میده. خب من قبلا این کارو انجام دادم، الان ماینری ندارم که بتونم کرافتش بکنم، ولی قطعا احتمال اینکه به شما این گزینه آبی رنگ بیاد براتون وجود داره. با کلیک کردن روی اون و استفاده از این ابزارهایی که اینجا دارید، اون ماینر کرافت میشه، مرج میشه با این ابزارها، قدرت ماینرتون میره بالا و دیگه میتونید از اون ماینر توی بازیتون با قدرت بیشتر استفاده بکنید. این هم نکته مهم بعدی بود که باید بهتون میگفتم. امیدوارم که بتونید از این بازی استفاده بکنید، بتونید لذت ببرید، حالا چه رایگان چه پولی، پرسود باشید همیشه و حتما ویدیو رو هم کامل ببینید و با تفکر درست وارد بشید. یه پولی وارد نکنید همینجور ماینرهای الکی بخرید که در آخر هم قدرت خوبی بهتون نده و ماین خوبی بهتون نده و درآمد خوبی بهتون نده. اصولی باید برید جلو تا درآمد خوب داشته باشید. راستی این پایین تلگرام این بازی رو حتما عضو بشید، توی کانال تلگرامی رسمی خود رولر کوین این پایین گزینش هست. هر هفته میان روی چند تا ارز آفر میذارن، مثلا هفته پیش اومده بودن روی بیت کوین و دوج کوین آفر گذاشته بودن که اگر شما ماینتو میومدی میذاشی روی بیت کوین، مثلا اگه قدرت ماینت 50 ساتوشی بود شده بود دو برابر، میشد نزدیک به 100 ساتوشی، یا دوج رو 4 برابر کرده بودن و اگه دوج رو ماین میکردی قدرت 4 برابر میشد.
این آفرها هفتگیه، رایگان هم هست، خود سایت میذاره، هر هفته هم میذاره، پس حتما تو کانالش عضو شو که متوجه بشی اون هفته چیه و قدرت ماینتو بذاری رومون تا بتونی نهایت استفاده رو ببری. مرسی، خیلی ویدیو طولانی شد ولی دیگه کامل این بازی رو براتون شرح دادم، سیزن رو توضیح دادم، امیدوارم که لذت برده باشید. اگه نظری، سوالی، سخنی، حرفی، هر چی هست حتما لطفاً کامنت بذارید و لطفاً با لایک و کامنت ها از چنل حمایت بکنید تا بتونیم در کنار هم دیگه رشد بکنیم و با هم دیگه یه سودی از این بازار ببریم. اگر هنوز چنل ما رو هم سابسکرایب نکردی، همین الان سابسکرایب کن و زنگوله بغلش رو هم روشن بکن. خیلی مخلصم، تا یه روز دیگه و یک ویدیو دیگه. یا هم